رفقا سلام، یکی از قطعات فوق‌العاده مهم در عملکرد موتور، قدرت موتور، شتاب موتور و حتی مصرف موتور، درست کار کردن موتور خودرو و کوئل هست. توی ویدیو قراره با این سوال روبرو بشیم که چطور بفهمیم کوئل خودرو خراب هستش. کوئل در واقع یک ترانسفورماتور افزایش ولتاژ هستش که برق 12 ولت باتری رو از ریله دو میگیره و اون رو تا 30,000 ولت افزایش میده و برای جرقه زنی روی شمع میفرسته. هرچه ولتاژ افزایش داده شده بیشتر باشه، جرقه شمع قوی تر هستش. قبل از هر چیز بیاید انواع کوئل هایی که ما باهاشون سر کار داریم و بشناسیم. یک نوع کوئل هست به نام کوئل دوبل که یک مدلش این هستش، یک مدل هم این هست که روی یک گیره ای وصل میشه و اون گیره به موتور خودرو متصل هستش. خب برای مثال این در نمونه های زیمنسی، پراید و پژو موجوده و این هم در نمونه های SSAT یا بوش روی پراید و SSAT روی در واقع پژو هستش. خب کوئل دو تا ترانسفورماتور داره، یک ترانسفورماتور، اینم یکی، که هر کدوم برای سیلند های 1 و 4 و 2 و 3 هستند. این هم همین کن، دو تا ترانسفورماتور داره، یکیش برای سیلند های 1 و 4، یکی هم برای سیلند های 2 و 3. هر کدوم از این ترانسفورماتور ها که وظیفه افزایش ولتاژ رو به عهده داره، دو تا سیمپیچ داره، سیمپیچ اولیه و ثانویه. وظیفه هر کدوم از این ترانسفورماتور ها هم اینه که ولتاژ رو افزایش بدن. اگر هر کدوم از این ترانسفورماتورها یا این کوئل ها بسوزه، ماشین روشن نمیشه. یک مدل دیگه هم کوئل هست به نام کوئل ردیفی یا کتابی. این کوئل هم دارای دوتا ترانسفورماتور هستش، همونجور که در تصویر میبینید، که یکیشون مربوط به سیلندهای 1 و 4 و دیگری هم مربوط به سیلندهای 2 و 3 هستش. خب مثل کوئل دو، این کوئل هم هر کدوم از ترانسفورماتورها دو تا سیمپیچ داره، سیمپیچ اولیه و ثانویه. کوئل کتابی یا ردیفی مستقیم روی شمع‌ها میشینه و در واقع وظیفه انتقال ولتاژ تا روی شمع رو یا انتقال برق از کوئل به شمع رو قطعی به نام بوت انجام میده. اما روی کوئل های دوب وظیفه انتقال برق از کوئل به شمع رو قطعی به نام وایر شمع انجام میده که این مدل وایر شمع هستش. خب یک مدل دیگه کوئل هست به نام کوئل تکی یا مدادی که به صورت مجزا روی هر کدوم از شمع ها سوار میشن و به تعداد هر سیلند یک کوئل وجود داره. همینطور که در کوئل کتابی بود دارین، در کوئل های تکی یا مدادی هم در واقع وظیفه انتقال برق به عهده قطعی به نام بوت هستش. اگر سیمپیچ اولیه در هر کدوم از کوئل ها خراب بشه، باعث ایجاد کد خطا در دستگاه دیاد و روشن شدن چراغ چک میشه. پس اولین نشونه اینه که چراغ چک رو روشن کن. برق 12 ولت رل دو به یکی از پایه های کوئل میرسه. خب برق 12 ولت رل دو به یکی از پایه های کوئل میرسه و منفی اون رو هم توسط ECU کنترل میشه. پس هر ترانسفورماتور دو تا پایه داره، مثبت و منفی، برق 12 ولت از رل دو و برق منفی هم از ECU که ECU طبق اون کوئل رو کنترل میکنه با قطع وصل کردن برق منفی. و در واقع زمان اتصال منفی کوئل، سیمپیچ اولیه شارژ میشه. در صورت خرابی کوئل، ما ممکن در دستگاه دیاد خطای میسفایر یا احتراق ناقص یا خطای فاز جرقه زنی و در بعضی مواقع خطای خرابی کوئل ثبت بشه. در این حالت ممکنه کوئل خراب نباشه و شاید ایراد از شمع، وایر یا بوت باشه. دقت کنید، مخصوصا در کوئل های کتابی اگر شمع ها خراب باشه و فیلر اونها اندازه نباشه یا کثیف باشه یا خود شمع در واقع انتقال
درستی نداشته باشه از نظر ولتاژ تا پلاتین اون، یا شکستگی سرامیک، یا برق‌دزدی، یا خود بوت‌ها و وایر شمع‌ها دچار برق‌دزدی باشن یا قطعی در واقع عبور جریان باشه، باعث میشه که خطای احتراق ناقص در دستگاه ثبت بشه. یک خطای دیگه هم هست که خیلی به ندرت پیش میاد، خطای مدار کویل، مدار برق ثانیه کویل، که اون هم مربوط به سیمکشی خودرو هستش. در این مواقع در مخصوص در خودروهای داره موتور تیوفای ممکنه به دلیل خرابی ریل دوبل یا سنسور دور موتور اتفاق بیفته. ضمن اینکه استفاده از کویل تستی هم برای تست سلامت کویل ممکنه. یه ایراد دیگه هم تو کویل های تکی یا مدادی که معمولا رو خودروهای EF7 و L90 هستش، اتصال در واقع کانکتور یا سوکت کویل به خود کویل هستش که این دچار گشادگی پین هستش این سوکت و باعث میشه انتقال جریان به درستی، انتقال برق به درستی به کویل نرسه و همین عامل باعث میشه که کویل کار نکنه. اما برای تست کویل ها ما یک تست اهمی داریم که میزان مقاومت کویل ها در سیم پیچ های اولیه و ثانویه رو بررسی میکنیم. سیم پیچ اولیه که در واقع مستقیما به پورت در کویل وصل هستش. ببینید، گفتیم که هر کویل، هر ترانسفورماتور دو تا سیم پیچ داره، سیم پیچ اولیه، سیم پیچ ثانویه. تست عمومی چه جوریه؟ سیم پیچ اولیه به مستقیما به این دو پایه سوکت کویل متصل هستش، به این پورت ها متصل هستن، و سیم پیچ ثانویه به در واقع خروجی های کویل متصل هستش. و برای تست عمومی باید برای تست سیم پیچ اولیه مقاومت این دو پایه سوکت رو بررسی کنیم و برای تست اهمی سیم پیچ ثانویه بین این دو در واقع خروجی کویل ما یک مقاومت بگیریم. در همه کویل ها تست اهمی به این صورته که باید مقاومت در سیم پیچ اولیه که بین پورت ورودی میگیریم باید کمتر از یک اوم باشه، مقاومتی که اینجا میگیریم. برای تست عمومی سیم پیچ ثانویه هم که گفتیم نسبت به پورت‌های خروجی باید مقاومت بگیریم، که در کویل‌های مختلف انواع کویل‌ها متفاوت هستش که اونا رو با هم دیگه دونه دونه بررسی. خب همونطور که گفتیم در کویل‌ها باید مقاومتی که بین در واقع برای مقاومت سیم پیچ اولیه، مقاومتی که بین این دو پایه هستش پورت‌های ورودی، باید در واقع زیر یک اوم باشه. به عنوان مثال من مقاومت این کویل رو میگیرم که مربوط به خودروی پراید هستش. خب مقاومتی که سیم پیچ اولیه این کویل داره ما اندازه گیریش میکنیم. همونطور که میبینید مقاومت سیم پیچ اولیه این کویل زیر یک اوم هستش و سیم پیچ اولیه این کویل سالم هستش. این از مقاومت سیم پیچ اولیه این کویل. اما سیم پیچ ثانویه این کویل، خب مقاومت سیم پیچ ثانویه اون باید بین 7 تا 7.5 کیلو اوم باشه. دقت کنید که سیم پیچ اولیه در همه کویل، مدل های کویل باید زیر 1 اوم باشه، اما سیم پیچ ثانویه اونها متفاوت هستش. در این کویل، کویل دوبل و حتی کویل های تکی هم همینطور، مقاومت سیم پیچ ثانویه باید بین 7 تا 7.5 کیلو اوم باید باشه که ما مقاومتش الان اندازه گیری میکنیم. یه 20 کیلو اوم میذارم. همونطور که میبینید سیم پیچ ثانویه این کویل مقاومتی نداره و دوچار قطعی در سیم پیچ وجود داره که دلیل تعویض این قطعه هم همین بوده، سیم پیچ ثانویه اون دوچار مشکل. خب این از کویل دو. اما در کویل های تکی یا مدادی، همونطور که گفتم باید بین پایه های پورت ورودی برای سنجش مقاومت سیم پیچ اولیه ما مقاومت اون رو اندازیم و زیر در واقع یک اوم باشه، که من اون رو اگه دقت کنید روی 200 میذارم. بعد از اون بین پایه مثبت و منفی اون مقاومت میگیرم. خب اینجا یه مسئله وجود داره، کویل های تکی معمولا سه پایه دارن. این سه پایه‌ای که وجود داره در کویل های تکی، دقت کنید که یکی از اونها مربوط به در واقع سیگنالی هستش که
برای ECU ارسال میکنه، یعنی به جز مثبت من یه سیگناله و طبق نقشه باید پایه های 1 و 2 اون رو مقاومتش رو بگیریم. اگه دقت کنید مقاومت اون در واقع بسیار بالاتر از اون چیزی هستش که باید باشه و تقریبا نزدیک به 130 اوم هستش و این یعنی بین 100 تا 130 اوم هستش و سیم پیچ اولیه این کوئل دچار ایراد هستش. اما در اندازه‌گیری سیم پیچ ثانویه کوئل تکی مقاومت سیم پیچ ثانویه بین ترمینال فشار قوی، ببینید اگه دقت کنید اینجا یک ترمینال فشار قوی یا پورت خروجی داریم، بین ترمینال فشار قوی و پایه منفی اون باید سیم پیچ اندازه‌گیری به مقاومت سیم پیچ ثانویه اندازه‌گیری بشه و اندازه اون تقریبا در موتور L90 10 کیلو اوم، یعنی در کوئل هایی که مربوط به خودروی L90 هستش 10 کیلو اوم و در کوئل هایی که مربوط به خودروی EF7 هستش 10 تا 15 کیلو اوم باشه بین پایه منفی و پورت خروجی کوئل. خب ما بخش رنج رو اندازه دیگه کنیم، رنج رو باید بزنیم روی 20 کیلو اوم. خب روی 20 کیلو اوم که گذاشتیم بین پورت خروجی و منفی اون وقتی میذاریم، اگه دقت کنید این کوئل هم سیم پیچ ثانویش ایراد داره و دلیل تعویض اون هم خرابی هر دو سیم پیچ بوده است. اما بریم برای کوئل های کتابی. خب کوئل کتابی اگه دقت کنید که اینجا یه مدلشو داریم، برای اندازه‌گیری مقاومت سیم پیچ اولیه همونطور که گفتم این کوئل ها هم یک پایه مثبت داره، دو پایه منفی داره و در واقع یک پایه سیگنال و 4 پایه هستن این کوئل ها، سوکت اونها یا پورت های ورودی اونها. خب در کوئل های کتابی یا ردیفی مقاومت سیم پیچ اولیه و ثانویه هر کدوم از ترانسفورماتورها رو چجوری به دست میاریم؟ سوکت اونها 4 پایه هستش، یکی از سوکت ها در واقع مثبت هستش که از ریله دوب میاد، دو تا از پایه ها ببخشید یکی از پایه ها مثبت که از ریله دوب میاد، دو تا از پایه ها منفی که از ECU میاد برای کنترل کوئل های 1 و 4 و 2 و 3 و یکی از پایه های دیگه سیگنالی هستش که برای در واقع سیستم دفیا به کار میره و روی سیستم دفیا برای پاشه تکی استفاده میشه. خب ما تو سیم پیچ اولیه کوئل 1 و 4 رو که بخوایم اندازه گیری کنیم بین پایه منفی که مربوط به کوئل 1 و 4 هستش و مثبتی که مشترک هست بین دو تا کوئل اندازه، همون جوری که گفتیم باید زیر 1 اوم باشه، رنج مولتی متر روی 200 اوم، و وقتی این اندازه گیری میکنیم میبینیم 45 اوم هستش و سیم پیچ اولیه کوئل 1 و 4 در این کوئل ایراد داره. اما برای اندازه‌گیری سیم پیچ ثانویه کوئل 1 و 4 ما باید بین پورت‌های خروجی 1 و 4 مقاومت بگیریم. اندازه مقاومت برای اندازه‌گیری سیم پیچ ثانویه کوئل 1 و 4 در کوئل‌های ردیفی یا کتابی باید 15 کیلو اوم باشه، یعنی تقریبا باید در رنج 15 کیلو اوم باشه. ما اینو روی 20 کیلو اوم می‌ذاریم و مقاومت کوئل در واقع سیم پیچ ثانویه کوئل 1 و 4 رو از طریق پورت های خروجی و فشار قوی اون اندازه گیری میکنیم بدین شکل. ببینید 15 کیلو اوم. پس این کوئل سیم پیچ ثانویه 1 و 4 اون کوئل 1 و 4 اون سالم هستش، اما سیم پیچ اولیه اون دچار ایراد بوده. خب اینم از کوئل های کتابی یا ردیفی. در کوئل دوبل هم که گفتیم اونایی که به این شکل هستش رو تقریبا دقیقا مثل امین اندازه گیری میکنیم و یکی هستش. بابا دستگاه دیاگ ما دو تا پارامتر راجع به کوئل داریم، یکی زمان شارژ کوئل. زمان شارژ کوئل یعنی زمان وصل بودن مدار سیم پیچ اولیه کوئل هستش که در دورهای مختلف ثابت هستش و بین 3 تا 4 میلی ثانیه
نوسان داره که باعث میشه قدرت احتراق در دورهای مختلف کم نشه. پس زمان شارژ کوئل همون مدار اول، زمان وصل بودن مدار اولی کوئل در دورهای مختلف هستش که البته ثابت باید باشه در دورهای مختلف و بین 3 تا 4 میلی ثانیه نوسان. یعنی اگه شما خود رو روشن کرد، پارامتر زمان شارژ کوئل رو مشاهده کرد، با گاز دادن و افزایش دور موتور خودرو دیدید که این زمان تغییر کرده و یا بین 3 تا 4 میلی ثانیه نبوده، باید شک کنید به خرابی کوئل. دلیل این که هم ثابت هستش اینه که باعث میشه قدرت احتراق در دورهای مختلف کم نشه. اما یه پارامتر دیگه هم هست به نام آوانس جرقه. خب در پارامتر آوانس جرقه که در دورهای پایین کمتر هستش و با بالا رفتن دور موتور افزایش پیدا میکنه، این آوانس جرقه در واقع روی گشتاور و توان موتور تأثیر مستقیم میذاره و در واقع باید دقت کنید که آوانس جرقه طبق جدول پارامترهای استاندارد هر خودرو، هر نوع ECU متفاوت هستش و طبق اون هم باید بررسی کنید. خب ببینید، این از علائم در واقع این از تست های تخصصی کوئل ها بود. اما علائم ظاهری که شما ممکنه متوجه بشید، یکی بد کار کردن موتور هستش، سه کار کردن موتور هستش، توان به شدت پایین موتور هستش در سبقت گرفتن، در سربالایی ها. همچنین ممکنه در بعضی مواقع شما با گاز دادن خودرو خاموش بشه که این علائم مشهودی هستش و یکی از دلایل اون ممکنه خرابی کوئل باشه. البته یک نکته که بخوام خدمتتون عرض کنم، کوئل خودرو یک قطعه بسیار حساسی هستش، یعنی چون سینکیچ داره شما مدارات برقی خودرو بسیار تاثیرگذار روی اون هستش. به عنوان مثال اتصال بدنه ها، به عنوان مثال مدارهای برق‌رسانی به اون، ریلی دوپ، سنسور دور موتور، همه و همه ممکنه باعث بشه که در واقع این کوئل به درستی کار خودش انجام نده. در کوئل‌های ردیفی کتابی هم که سیستم دفیا وجود داره، این هم بسیار حساس‌تر هستن. در کوئل‌هایی که نوع ایسی اونها بوش هستش، حساسیت بالایی وجود داره و بنابراین قطعات مختلفی روی عملکرد اون تأثیر می‌ذاره. پس شما قبل از تعویض کوئل اگه تست ها رو انجام دادید، خود کوئل سالم هستش، باید شک کنید به قطعات مرتبط. تمام مصرف کننده ها و عملگرهایی که یا سنسورهایی که از ریلی دوب بقر خودشون رو میگیره، اگر اتصالی داشته باشن، اتصال ضعیف داشته باشن یا اتصال بدنی باشه یا در واقع جای قطعی مدار وجود داشته باشه، تأثیر اون روی کوئل مشهوده. از طرفی سیمکشی ها و در واقع مخصوصا خودروهای تیوفای، موتور تیوفار، این کوئل ها چون شیلنگ های بخار روغن بالای اون قرار دارن، ممکنه مقدار روغن اینجا ریخته بشه و همین عامل باعث میشه که درون سوکت روغن جمع بشه و این اتصال و برق‌رسانی به درستی انجام نگیره. ضمن این که نسبت به برند درست و معتبر کوئل برای انتخاب دقت، مخصوصا تو خودروهایی که در واقع موتور تیوفار دارن، دقت کنید که کلن هر قطعه‌ای که سیم پیچ داره، یعنی یک ترانسفورماتور هستش مثل پمپ بنزین خودرو یا کوه، بسیار حساس هستش نسبت به تعداد رشته سیم ها، نسبت به جنس رشته سیم ها و اون سیم پیچی که داره، و در واقع برندهای معتبر برای استفاده تهیه کنید که من به صورت کامل نوع برندها، نحوه چگونگی و کار اونها رو در یک ویدیوی مجزا برای همین کوئل براتون در کانال گذاشتم، لینکش هم این بالا میذارم، حتما ببینید. خب دوستان، این هم از پاسخ سوال این که چطور بفهمیم کوئل خودرو خرابه. توی این ویدیو سعی کردم به صورت کامل این سوال رو جواب بدم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. برای دوستانتون هم این ویدیو رو ارسال کنید. موفق و معید و پیروز باشید.